سیکشن 13، یه قسمت دیگه از سیکشن 13 از پوتکو داریم اینجا با متین فتاحی. یو متین فتاحی اخیراً با حبیبی هنو گنگ ندیدی حسابی سر و صدا کرد و این بلا فاصله بعد از این سر و صدا کردنه در سیکشن 13 حضور پیدا کرد و فکر میکنم حرکت خوبی برای کریرش باشه. آره. یعنی واقعا فکر میکنم این سکوی پرتاب عجیب غریبی اتفاق، سکوی پرتاب که نمیشه گفت، یعنی یه اتفاق عجیب باحاله. اون 15 ثانیه داره براش اتفاق میفته. آفرین. اون 15 ثانیه فیم معروفیت داره براش اتفاق میفته. 15 seconds of fame. آره، و باید تو این 15 ثانیه کارشو بکنه. ببین این 15 ثانیه رو من اعتقاد نداشتم. آره، ولی الان واقعا تو ماشین ولی... فارسی میتونی حسش کنی. شاید مثلا 5 ثانیه باشه، حتی 15 ثانیه مثلا برای اون بره. آره، میتونه تو 5 ثانیه باشه. 5 ثانیه میتونه باشه. میبینید که متین فتاحی یک تک تک که سوپر مگا هیت شد، قدم بعدی تو سیکشن 13 از پوتکه. آره حاجی، من اشتباه یادمه، پوریا به ما نگفته بود متین فتاحی تو سیکشن 18ه، فکر میکنم یه چیز، یا اشتباه یادمه نمیدونم، یا گفت این هفته یه سیکشن 18 داریم، یه چیز توی مایو نمیدونم. نمیدونم، من همچین مکالمه یادمه. آره. که به ما گفت، یا بد گفت یا ما بد شنیدیم یا ما بد یادمونه. زنده باد. یه چیز از این موارد هست. بچه اگر هوادار متین فتاحی هستید، اگر هوادار پوتک هستید، اگر هوادار ما هستید، نفر یک دو تا کامنت حتما بذارید. لطفاً عدد کامنت تا ستونا. 500 ببرید. دمتون آره. گرم. تا اینکه بالاخره بیشتر دیده بشه این ویدیو و بچه‌های دیگه هم بتونن ببینن. چون الان چنلمون ساجست نمیشه برای همه. و لایک و کامنت کردن باعث میشه که ساجست بشه. آره. ببینیم چه کار میکنه از این حالت چنل در بیاد، چون بله. نمیدونم متوجه شدین یا نه، مشخصه که چنل مشخصه باگ که چنل باگ داره باگ اصلا. اکزیکیوتیو پرودوسر پوتک، پروژکت منیجر آردا، ویدیو دایرکتور اکسا دریمز، بله، بیت پرودوسر سانتا زمکو، ریک آنتونی نوتش، میکس ماستر سعید دهقان، آرت ورک هم سنت رحمانی، پشمام سعید دهقان پرودوس کرده. 2:31 است. اوه. ولی خب اکثر اسما قبلا در کست بودن دیگه. آره. سنت رحمانی و اینا هم. آره. اکسترا دریمز و اینا بودن. ببین ببینیم چیکار می‌کنم بچه‌ها. 2:31 است. چیم هیچ جوره فرق نمی کرد برام هستم، نه نمیشدم فکر کنم برفا که کفه گوشیم لنگ میشه ترشه، نه نمیشه باور کرد هرچیم تایم گذاشت بدتر شد، کار نکه هیچی رو من هستم چون روز به روز بلو میرم دن روز، من هر شب چنگرم سنگ میره لستم، بعد میگم هرچی و هستم، ولی یه برم نیم یه برم دیم یه برم دیم جنسیدم تای هرچی، منم منتظر صبح شدن شب قبلی، نه نمیتونم هیچی هم هیچ جوره فرق نمیکرد برام هستن، نه نمیشدم فکر کنم برفا که کف چه اسایل با حالی داره، ولی اسایل چیز دورچیه. ای کدوم ترکش نمیدونم، ولی وایب دورچی به من داد، همین که عینک زدنه و این شکلی وایسادنه و... ولی مقدار آتوتیونش با مقدار آتوتیون سبکای دورچی نیست. آره، به اون اندازه نیست، ولی باحال بود خیلی. نمیشه باور کرد هرچیم تایم گذاشت بدتر شد، کار نکه هیچی رو من هستن چون روز به روز بالا میره عمدن دوز، من هر شب روز به روز بالا میره عمدن دوز، پشمون من هستن چون روز به روز بالا میره عمدن دوز، من هر شب چنگرم سنگ میره لستم، بعد میگم هرچی و هستم، ولی یه برم نی یه برم دیم یه برم دی دنبول جنسیم تای هرچی، منم منتظر صبح شدن شب قبلی، نه نمیتونم هیچی هم هیچ جوره فرق نمیکرد برام هستم. شاجی بیت داره برام بیت میچلونه غریبه، لیلی لیلی لی جنگای صلیبی طوره اصلا، عجیبیه.
برو بریم. فلوته؟ ایلی خوبه. منتظر صبح شدن شب قبلی. نه نمیتونم ایچی هم ایچ جوره فرق نمیکرد برام هستن. نه نمیشدم فکر کنم برفا که کفه بیشیم یا این میشه ترشه. نه نمیشه آقل کرد هرچی هم تا این روزش بدتر شو. کارونا که هیچی رو من هستن چون روز به روز بلا میرم دندوز. انا بد جور میرم تو فکر چی گذشت گیرم تو کش رفق و دورو برم همه چی که هست اونم میدینی. ولی تو اون استایل حبیبی هنو گنگ نهیدی نیست که مثلا چیز بشه هیت بشه. احساس میکنم تا اینجا اون المان هیت شدن نداره. به عنوان هیت شدن نه، ولی موزیکی هست بتونید گوشش بدی، صد بار گوشش بدی، صد بار گوشش بدی، چون یک هارمونی خوبی داره. بس میگه چی گذاشت گیرم تو کش رفق و دورو برم همه چی که هست اونا میدینی. ولی انا وقتی نرم علف ها من میشه که سم میچاقم. همش بد بی با من ولی پارانوی تجی داره بد بی گادم. اصلا نمی ساختی که بهم هیز هیچ موقع هیچ جور فرقی نرم. منتظر وای صدام هی یک کم شده و زو بهتر شه. زخمان خوب نشد هستن که ای کاش پیداش میشد. هم قلب هم رسمن شکست لستم هر روز و هر شب و هر وقته. نه نمیتونم ایچی هم ایچ جور فرق نمیکرد برام هستم. نه نمیشد فکر کنم برفا که کف گوشیم نایی میشه تر شه. نه نمیشه آور کرد هرچی هم تا این روزش بدتر شو. کار نکه ایچی رو هم هستن چون روز برز بلا میره همدن دوش. دیگه نمیشه نه ایچی هم ایچ جوره نمیده. نه گوشی من میخوره یه سر زن ابرام کیری کردن کفشم فیس من تیفته ای دست راست نیست. هر روز و هر شمس هم تردی کاری کردم بگی کار هر کسی بیابونم باشم جه کر کسی. پشمام بیابونم بشم جای کرکستی. آقا این تیتی مثل این که ساین بشه جنگ صلیبیه دیگه. تو اون نشون میداد تو اون جنگ صلیبی. آها میگم برای همین پس نمیتونم. اکسترا دریمز اکسترا دریمز فکر کنم تا اینجا تا اینجا فقط سجاد شاهی اکسترا دریمز نزده بود. آره تا اینجا فقط سجاد شاهی اکسترا دریمز نزده بود. چقدر عجیب فکر میکنم. آره چطورش هم بد نبود سجاد شاهی هم خوب بود. خوب بود کار خوب بود به نظر من که خوب بود. ولی چرا با اکسترا دریمز کار نکردن و اینا نمیدونم شاید بدونم تفاهم چیز نیست. آها ولی یه خورده آها گفتم شبیه دور چیه اولش مخصوصا یه خورده اتمسفر اونجوری داشت برام کارهای دورچی رو داشت ولی خوب بود کار باحال بود. متین فتوی پس به نظر من این کار خیلی کوالیتی داشت. من یه چیز من احساس می‌کردم که من احساس می‌کردم ببخشید. آره بگو. معذرت می‌خوام. من احساس می‌کردم که اون کاره حالا از روش سر شانس یا یه ملودی خوب هیت شد. منم همین احساسو می‌کردم. پوزش به طلبم. به آدم باید بگه دیگه. آره بگه آدم دیگه. آدم باید بگه این قضیه اعتراف کنه. متین نتونه توی مرحله بعدی کوالیتی رو حفظ کنه. آفرین. ولی این کار خیلی کوالیتی خیلی خوب. چون من یه کار دیگه از متین فتایی گوش داده بودم. به این گوش ندادم به خاطر این نبود که دوگم باشم. می‌خواستیم ریاکشن بریم. آره زیاد گوش ندادیم از متین فتایی چون می‌خواستیم متین فتایی رو فول ریاکشن بریم. یه کار دیگه من ازش گوش دادم دیدم ای این در نیومده. نمیدونم کدوم کارش بود. بعد اینجوری کردم اگه نتونه مثلا دوباره حفظ کنه اون حالت رو شادم. ولی با این کامل نظرم برگشت. آره البته باید ببینیم باز کارش سینگل چطور خواهد بود چون این یک چیز بود که همکاری با سیکشن 18 بود. سیکشن 18 هم 13 ببخشید سیکشن 13 بود و شاید اونم کوالیتی بالایی میطلبید. شاید کار بعدی باید یه کار دیگه باید ازش گوش بدیم. ولی تا اینجا خیلی خوب. نه من میگم من آره البته کسی که میتونه همچی کوالیتی داشته باشه میتونه ادامه هم من تا اینجا بهش ایمان آوردم واقعا. یوب با دوتا ایمان آوردم صد. نه واقعا کارش خوبه. خیلی کارش خوبه. خوش آمد. بعد از بچه های کاربازی از بچه آره مثل اینکه از بچه های سابق کاربازی. آره سابق کاربازی هم دورچی هم متین فتایی. من شنیدم حالا نمیدونم واقعی باشه یا نه. من هم اینجوری شنیدم نمیدونم. امیدوارم که درست باشه چیزی که داریم میگیم. و همین بچه دیگه بچه‌ها یه سوالی این چشم کوچیکه این چشم بزرگه الان معمولا مریضم اینجوری میشه
آره منهاجی زیاد چیزی اگه هم باشه خیلی ریز نمیدونم بچه ها تو دایرکت بگید حتما من فکر کنم اینجوری هم حالا دایرکتی کامنتی کامنت کامنت ببخش این عینک ها میاد یا نه نمیاد هم بگید میاد خیلی باید میاد هم بگید ترند اینسا ویدیو این عینکه خلاصه چیزی میمونه عینک بزن اگه چیزه نه خوبه چیزی میمونه برای گفتم من چیزه آخه جدیدم فهمیدم که رو چشم میخوابم خیلی اشتباه موارد میشه یعنی میبینم که تمام وزن سرم رو چشم یعنی رو گوشه بالشت اینجوری یعنی آها البته دیدم چی رو میخوابی آره آره راست میگی ها جدیدم فهمیدم تو میری گوشه بالشت یه چشمت رو بالشته آره یه چشمت بیرونه با چش درد بعضی روزا بیدار میشم یعنی اون چشت رو بالشته فی الواقع این چشم آره اون چشت آره راست میگی ها آره خیلی خب دم ایکایی که تو این گرم درست میگن که... یه جور خاصی باید بخوابی رو چش 100% اما بخوابی اوکی چی اصلا بحث نمیمونه راجع به اون نه منظورم به پشت به بغل به آره. اینجوری یادم نیست تحلیلش چی بود ولی میگن میگن ما بخوابی یه جوره درست داره کلا مثل اینکه درست مستقیم خوابیدن دیگه آره و ما همه میگم اشتباه بخوابیم مستقیم امکان مثلا سالی مثلا در سال 365 تا شب داریم مثلا آره منم فکر نکنم مستقیم یه شب 10 دقیقه مستقیم خوابیده باشم مثلا تو سال اونم باید حالت به قول خارجه کامفتبل هم نیست راحت نیستم اونجوری برمیگردم مثلا صبح بیدار میشم میبینم یه ور دیگه مثلا زنده باد بچه ها حتما این چشمو بگید توی کامنت ها ببینم که بذار مستقیم نگاهتون میکنم عشق دلین اسکرین شات بگیرید براش بفرستید دارید دمتون گرم مرسی که تا اینجا برنامه ما همراه بودید متین فتایی امیدوارم که بدرخشی آره واقعا خیلی حال کردم لوف یو گایز عشق دلین پیس اوت